دعوت به امام زمان و ظهور دجال، نوشته فیروز نجومی، 13 آپریل سال 2013، پارس دیلی نیوز، بازپخش خواندنی ها. جمهوری اسلامی مأموریتی جز زمین سازی برای ظهور امام زمان ندارد. روزنامه اعتماد گزارش می‌دهد که این جمله است که محمود احمدی نژاد به عنوان چهره مدعو در سومین اجلاس دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری در تاریخ 7 اسفند عنوان کرد. سپس آقای رئیس جمهور در ادامه با تأکید فراوان اضافه می نماید که جمهوری اسلامی مأموریتی جز پیگیری این موضوع ندارد. امام امام است، چه نشسته باشد، چه در حال قیام، چه حاکم باشد و چه در حاکمیت نباشد. امام واسطه فیض الهی است و اوضاع جاری جهان را مدیریت می کند و اگر وجود مبارک او نبود، نه تنها امروز کوچکترین اثری از ایمان و خداپرستی در جهان نمی ماند، بلکه دیگر جهانی برای حکومت نیز باقی نبود. روشن است که این اولین بار نیست که آقای رئیس جمهور ادعای اولویت می کند. اما گویا عشق امام زمان این بار سخت او را مست و مدهوش ساخته است، چون دانسته و یا نادانسته نسبتهایی به امام زمان می دهد که اگر یک عامی می داد او را کافر و ملحد و سزاوار سنگسار می دانستند، چرا که او امام زمان را مسئول کنترل و مدیریت اوضاع جاری جهان اعلام می کند. جهانی که به هر گوشهش که بنگری مالامال از ستم و بی‌عدالتی است و نابرابری، لبریز از ظلم و جور است و فسق و فجور و فساد و تباهی. هزاران بار خدایی را شکر که امامی را مأمور مدیریت این جهان ساخته است، چرا که با وجود امام است که اوضاع جهانی آنقدر تیره و تار است. وای به آن روزی که امامی نباشد، چه خواهد شد؟ به رغم نظارت و مدیریت امام است که هنوز حکومت‌های جبار، مردان و زنان آزادیخواه و عدالت جو را به دار مجازات می آویزند. منظور آقای احمدی نژاد از مدیریت اوضاع جاری جهان مدیریت الله پرستی است که امام به عهده دارد. همچنان که وی اظهار می دارد که اگر امام حضور نداشت و ناظر نبود و فیض الهیش را به جهانیان ارزانی نمی داشت، کفر و باطل دنیا را فرا می گرفت و اثری از ایمان و الله پرستی در جهان نمی ماند، بلکه دیگر جهانی برای حکومت نیز باقی نبود. یعنی دنیا کنفیکن می شد اگر امامی نبود و مدیریت جهان را به دست نداشت. بعید به نظر می رسد که شیعیان جهان بدین حقیقت اصلا آگاه بوده باشند که این امام است که چرخهای این جهان را به چرخش در می آورد. در چنین صورتی از خود می پرسند که آیا امام زمان حاضر است و حاکم و مدیریت جهان را به عهده دارد و در عین حال امریکا و اسرائیل سرزمین های مسلمانان را تحت تاخت و تاز خود قرار می دهند؟ اگر امام مدیریت اوضاع جاری را به دست دارد، چگونه می تواند ناظر بر سلطه حکومت فاسد سعودی ها بر کعبه، منزلگاه الله باشد و تخریب و ویرانی زادگاه امامان شیعه در اطراف و اکناف جهان را با چشمان بینای خود نظاره می کند؟ آیا سکوت را امام زمان
به عمد برگزیده است که هواداران خود را مورد آزمایش قرار دهد؟ اما گویا امام زمان تمامی توجه خود را بر پرستش الله متمرکز ساخته است. او اوضاع جاری جهان را مدیریت می کند، ولی کاری به فقر و تنگ دستی، ذلت و حقارت مسلمانان و یا مردم جهان ندارد. بدون تردید بیرحمی و کینخواهی جنگجویان مسلمانان، آنهایی که خود را نابود می کنند تا بسی بسیاری را لت و پارو به هلاکت بکشانند، کودک و جوان، زن و مرد، مهم نیست، مورد تأیید قرار می دهد و حتی یکی از آیت الله هایی که به مقام خدایی رسیدن وانمی دارد که جنگ بیرحمی و انتقام جویی را محکوم نماید. این غیبت است که در گوش احمدی نژاد می خواند که هولوکاست را انکار کند، چون هولوکاست تنها می تواند به دست امام انجام شود. ظهور اما بنابر روایات گوناگون همراه است با بزرگترین هولوکاست، صحرای محشر، قیامت. اعتماد به نقل از رجانیوز گزارش می دهد که وی با تأکید بر اینکه بدون تردید دست مدیریت حضرت ولی عصر همواره پشت سر انقلاب اسلامی است، تصریح کرد انسجام اسلامی جز با دعوت به امام حق امکان پذیر نیست و همه بشریت را میتوان با دعوت به امام عصر متحد و منسجم کرد. جهانیان از اوضاع حاکم بر جهان امروز ناراضی و خواستار برچیده شدن ظلم، جنایت و برپای عدالت هستند و با تأکید بر نقاط مشترک می توان در دنیا به وحدت و همدلی دست یافت و بددلی ها و کینه‌ورزی ها را از بین برد. مگر اینکه عده‌ای در دنیا بخواهند به نام دین توجیه گر حکومت طاغوت ها باشند. آیا این به آن معنی نیست که دست مدیریت خضر ولی عصر پشت سر انقلاب سوسیالیستی ژنرال چاوز در ونزوئلا با به قدرت رسیدن اورتگا در نیکاراگوئه و مورالس در بولیوی نبوده است؟ آیا هیچ گونه دخالتی در به قدرت رساندن دوستان صمیمی و همجبهه‌ای آقای احمدی نژاد نداشته است؟ اما براستی آقای رئیس جمهور از دعوت به امام حق چه منظوری دارد؟ آیا خدای ناکرده مردم از امام پرستی دست برداشتند؟ آیا نقل و شیرینی، خرما و شکرپنیر در تولد امامان توضیح نمی کنند و در روزهای شهادت امامان به ویژه امام حسین به اندازه کافی دست به خودزنی نمی زنند، روزه نمی گیرند و نماز نمی خوانند؟ شاید دعوت به امام حق به این معنا باشد که همه بندگان خدا ساکت باشند، هیچ نگویند، دهان خود را ببندند و همچون گوسفندانی مطیع و فرمانبردار بعبع کنند، بچرند و پروار شوند. و نه از تورم و گرانی بنالند، نه از فقر و بیکاری، نه از سانسور و سرکوب آزادی. شاید دعوت به امام حق به این معنا باشد که مردم به خیابان ها بریزند و صدور قطعنامه های شورای امنیت را برای بار سوم جشن بگیرند و بار دیگر به مناسبت پیروزی شگفت انگیز حکومت اسلامی به پایکوبی بپردازند. به این معنا که بار حقارت را به دوش بکشند و تسلیم شوند و سر به اطاعت نهند.
به امام مردم جهان را چون از اوضاع جاری نالان هستند وادار خواهد ساخت که از عیسی و موسی و بودا دست بشویند و پای علم امام به سر و سینه خود بکوبند و در حالی که همدل و همدرد شوند و چین توزی ها را فراموش کنند و به نابودی اسرائیلی ها از چهره زمین دست زنند. شیخ عباس قمی در ذکر تاریخ 14 معصوم یا منتهی المال می نویسد که علامت ظهور حضرت صاحب الزمان بر دو قسم است: علامت حتمیه و علامت غیر حتمیه. یکی از علامات حتمیه خروج دجال است. آقای شیخ عباس قمی دجال را چنین توصیف می کند: آن ملعون ادعای اولویت نماید و به وجود نحس او خونریزی و فتنه در عالم واقع شود و اخبار ظاهر شود که یک چشم او مالیده و ممسوح است و چشم چپ او در پیشانی او واقع شده و مانند ستاره می درخشد و پارچه خونی در میان چشم او واقع است و در پیش او کوه سیاهی است که به نظر مردم می آورد که کوه نان است و در پشت سر او کوه سفیدی است که از سحر به نظر مردم می آورد که آبهای صاف جاری است و فریاد می کند اولیای انا ربکم علا و شیطان و مرده ایشان از ظالمین و منافقین و سحره و کهنه و کفره و اولاد زنا بر او اجتماع نمایند و شیاطین اطراف او را گرفته و و و برگرفته از منتهی المال صفحه 1337. درست است که چشم چپ آقای احمدی نژاد را در پیشانیش نمی بینی و هم اکنون درخششی ندارد، اما این بدان معنا نیست که در آینده به لحاظ ظاهری نتوانی کوچکترین تفاوتی بین دجال و احمدی نژاد به چشم خود ببینی، چون در اصل هر دو دارای یک رسالت هستند و آن هم فریب است و ریاکاری. همچنان که کمی بیش اشاره شد، ادعای اولویت در قاموس رئیس جمهوری چیز تازه‌ای نیست. هنگامی که برای اولین بار در سازمان بین المللی در برابر سران کشورهای جهان ظاهر گردید، بنا به اظهارات خودش حاله‌ای نورانی گرد سرش هویدا شده بود که دنیا را سخت متعجب و حیران ساخته بود. همه جهانیان به ویژه ایرانیان دچار شک و شبهه شدند و همه جا شایع شد که این همان امامی است که در انتظارش بودند، غافل از آن که دجال پیش درآمد ظهور امام است. وانگهی مگر اولاد کفر و زنا و ظالمین و منافقی و در یک کلام انحرافیون به دور احمدی نژاد حلقه نزدند و به وی لقب موسای زمان ندادند؟ اجنه ها و جنگیران و رمالان را که به استخدام دولت در آورده بود به یاد دارید؟ همکنون این جنیان هستند که دور او حلقه زدند. چه سندی معتبرتر از این که احمدی نژاد در حالی به سبک رمانتیک از بهار سخن میگوید که بوی گندم وی مشام را سخت آزرده میکند؟ البته فریب و ریاکاری دجال با ادعای اولویت که به پایان نمیرسد با وجود نحس او خونریزی و فتنه در عالم واقع شود. بی جهت نیست که آقای احمدی نژاد به نمایندگی از ولایت که فعلا خود را واسطه امام قرار داده است
به هیچ وجه حاضر نیست که اصرار و پافشاری برای دستیابی به اسلحه کشتار جمعی را قدری کاهش داده و از تحریک و تهدید کشورهای دیگر به نابودی خودداری کند. از این بابت البته که او بسی بسیار از ولایت فراتر هم رفته است، گویی که به وی پیام دهد که حضرت ولایت بالانشین باش. من خود با امام در ارتباطم، غنی‌سازی را خود به پیش می رانم که بقای من در حلقه قدرت امر امام است. بسیاری از آیت الله ها و علما و فقها ها بر این اعتقادند که احمدی نژاد خود دجال است، چرا که قبل از این که عامه مردم را فریب دهد، فقیهان کارکشته از جمله خامنه‌ای و فرشته مقرب درگاهش مصباح یزدی را فریفته بود. آری، دجال برای رسیدن به هدف خود حاضر است که به هر گونه ریاکاری دست بزند تا در ارتباط ولایت با امامت اختلال ایجاد و نظر مردم را از ولایت برگیرد و خلایق را منحرف سازد. در این راستا در تشدید تشنج و تنش و بحرانی ساختن شرایط داخلی و روابط دیپلماسی هیچ حراسی هم به خود راه نمی دهد. او سرنوشت ملت را وابسته به کسب فناوری هسته‌ای می کند. اوی غنی‌سازی اورانیوم می شود شغل برای صدها هزار جوان تحصیل کرده بیکار و سربار خانواده، یا می شود مسکن برای مردمان بی خانمان، و یا کاهش قیمت اجناس پایه‌ای و ضروری برای زندگی روزمره. گویی غنی‌سازی حرفه‌ای تنها راه ترقی و پیشرفت است و غرور ملی. اورانیوم آن کوه سفیدی است که به نظر سحر شده مردم آب صاف جاری به نظر آید. یارانه نقدی اگر کار دجالان نباشد، کار چه کسی میتواند باشد؟ غارت و راهزنی های بزرگ از جمله کاهش ارزش پول ملی آیا کار دجال نیست؟ و اما آن کوه سیاه در پشت سر دجال که به نظر مردم کوه نان نشان داده می شود، وعده دروغین احمدی نژاد در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری بود، مبنی بر بردن نفت به سر سفره‌ها و دادن آنها به مردم. مردم نیز فریب خورده و به شنیدن این قول دجال در پی او روان شدند، اما دجال پس از به قدرت رسیدن با لبخندی تمسخر آمیز بر لبانش به مردم فریب خورده نهیب میزند که نفت خوردنی نیست که به سر سفره ها بیاوریم. او که مسئول بهبود شرایط مادی و فراهم آوردن رفاه آسایش برای مردم نیست، رسالت او پاسخگویی به این مسئولیت گرانبار الهی است، همچنان که خود او اعلام میکند که برای تحقق جامعه اسلامی اگر همه مأموریت خود را در یک کلمه خلاصه کنیم، آن یک کلمه دعوت همه جوامع بشری به امام حق و خلیفه الله است. دجال رویای سلطه بر جهان را در واقع در سر می پروراند، از همان رویاهایی که هیتلر و صدام حسین در سر می پروراندند. در واقع این پیامبر اسلام بوده است که از ظهور دجال به عنوان یکی از علامات فرارسیدن آخر زمان و خروج امام از غیبت را خبر داده است. حدیثی که در اعتبار آن شک و تردیدی است، شیخ عباس قمی روایت می کند که پیامبر هنگام زیارتش از خانه خدا در حالی که حلقه در حلقه در کعبه را به دست گرفته بوده است،
از علامت غیر حتمیه ظهور امام به همراهانش سلمان خبر می‌دهد که بی‌عدالتی و بی‌کفایتی، فسق و فساد همه جا را فرا گیرد، مردم روی از دین برگردانند، نماز و عبادات ضایع کنند، دین به دنیا فروخته شود و پیروی از شهوات و میل به لهو و لهب و عیش و نوش اصل اساسی زندگی گردد. منکر معروف شود و معروف منکر، امین شود خائن و خیانت کند امین، صداقت شود دروغ زنی و فریب و ریا شود زهد و پرهیزکاری، حاکمان بساط قهر و خشونت و دار مجازات را و ابزار شکنجه برپا نموده بکشند آن که سخن گوید، پریشان کنند آن که سکوت کند، ملک و مالشان را به غنیمت بگیرند و پایمال کنند حرمتشان، بریزند خونهای ایشان را و لبریز سازند دلشان از فساد و ترس و نبینی ایشان راه دگر ترسان و حراسان. آقای شیخ عباس قمی می افزاید سلمان نیز مکرر با بی‌پروایی از پیامبر سوال می کند اینها خواهد شد یا رسول الله؟ و پیامبر می فرماید آری، قسم به آن که جانم در دست اوست، به درستی که در آن زمان آورده شود چیزی از مشرق و چیزی از مغرب و به رنگها و زینتهای مختلفه در آیند، پس وای بر ضعفای امت من از آنها و وای بر آنها از خداوند، رحم نمی کنند صغیر را و توقیر نمی نمایند بزرگ را و نمی گذارند از بدهکاران، جسه ایشان جسه آدمیان است و دل ایشان دل شیاطین. شیخ عباس قمی، منتهی المال، صفحه 1348. کیست که بتواند ادعا کند که شرایطی که پیامبر اسلام برای فرارسیدن آخر زمان توصیف نموده است شامل حال جامعه اسلامی ما و یا دنیای کفر و باطل کنونی نشود؟ در چنین شرایطی است که دجال با شعار انحرافی زنده باد بهار به میدان آمده است. تردید مدار که زنده باد بهار از نشانه های حتمیه ظهور است. به امید آگاهی، آزادی و بازگشت به عظمت و فرهنگ و شکوه گذشته‌مان. پاینده ایران.